خوشبختانه همه چی رو برس. میتونی فردا نتیجه رو به جواد اعلام کنی. بالاخره بعد از مدت ها لبخند تو چهرت دیدم. چون حالا دارم مطمئن میشم، در حالی که تا دیروز تردید داشتم. به چی؟ به موفقیتمون. به اینکه میشه به حال این مردم محروم مفید. خسته نباشی برادر. شما همینطور. خیلی ممنون. در ضمن برای علفای هرز اون طرف هم باید یه فکری بکنیم. قرار شده تو این هفته بیان ترتیبشو بدن. انشالله. زبانشو بدیم. بیا تو. ببخشید، پشت تلفن یه نفر با شما کار داره. بسیار. زمنان از تهران زنگ زدن گفتن حال پسرتون خوب نیست، امشب برید خونه. خیلی خوب. الو 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 خودم هستم، بفرمایید. هیچ فکرشو کرده که ممکنه یه وقت سیل بیاد و سد و متلاشی کنه؟ طغیانگیر سد داره محاسبه میشه دوست عزیز. اگه سیل شدید بود؟ الو تو کی هستی؟ به نفته که سد رو فراموش کنی و با زن بچه زندگی آروم و بی‌دغدغه‌ای رو شروع کنی. زندگی آروم و بی‌دغدغه؟ گوش کن جناب مهندس، هفته پیش کتبن به تو اخطار شد که هرچه زودتر پروژه رو متوقف کنی، ولی به نظر میرسه که آدم حرف شنایی نیستی. شما کی هستین؟ چی میخواین؟ این آخرین باریه که بهت اخطار. حالا که بحث به اینجا کشیده شد، دلم میخواد یه چیز رو بهت بگم. در تکنولوژی سدسازی، پایپینگ عارضه‌ایه که میتونه سد و متلاشی بکنه. دوست داری بدونی فرانسوی‌ها اسم این عارضه رو چی گذاشتن؟ ریناردیج، یعنی عمل روباه. اسم قشنگیه، اینطور نیست دوست عزیز؟ الو؟ الو؟
کسی حرف میزدی بابا؟ یکی از کبوترها رو گربه برد. چی گفتی؟ یکی از کبوترها رو گربه برد؟ آخه چند بار به شما بگن در این لونه رو باز نذارین؟ چی شده پدر؟ اتفاقی افتاده؟ چی میخواستی بشه؟ کبوتر معصوم. طوری شده؟ نه، فقط کمی ترسیده. اگه دقت کرده بودی و در لونه رو خوب بسته بودی، این زبون بسته تنها نمیشد. فکر میکنی گریه فایده ای داره؟ امیر جون، حالا چرا خودتو ناراحت میکنی پسرم؟ کبوترم. ماشالله ماشالله، تو دیگه بزرگ شدی. از قدیم گفتن گوشت رو از ناخن نمیشه جدا کرد. برو پسرم، برو بخواب. دنیا که به آخر نرسیده، دیر وقته. برو بخواب. برو پسرم، برو بخواب. شما پاشین بریم تو پدر. نه دخترم، این آتیشی که به جونم افتاده صبر و قرارم رو گرفته. میگم چطور باز تلفن کنیم کارگاه، بلکه خبری به ما بدن. من یه رو پیش زنگ زدم، گفتن راه افتاده بیاد خونه. برو تو دخترم، برو امیر رو دلداری بده، زیاد خودشو ناراحت نکنه. آخه با نشستن تو حیات که کار درست نمیشه پدر. طوری نیست دخترم، حوصله‌ام که سر رفت میام تو. علی اومدی بابا؟ سلام پدر. سلام پسرم، خیلی دیر کردی، دیگه داشت دلم منفجر میشد. این وقت شب تو حیاط چی کار میکردی بابا؟ پیش پای تو گربه یکی از کبوترهای امیر رو برد. جدی میگی؟ حتما بازم در لونه رو باز گذاشته. آره دیگه، حالام طفلی خیلی ناراحته. غصتشو نخور، فردا با خودم میبرمش کارگاه، صد و بهش نشون میده. بابا تو ناراحتی؟ اتفاقی افتاده؟ نرگس داره گریه میکنه؟ چی شده بابا؟ چرا همه تون ناراحتین؟ برای امیر چه اتفاقی افتاده؟ حرف بزن بابا، امیر طوری شده؟ علی اونا از جون تو چی میخوان؟ اونا؟ از جون من؟ منظورتو نمیفهمم. امروز یه ناشناس زنگ زد. یه ناشناس؟ خب چی گفت؟ گفت اگه پروژه صد رو متوقف نکنی چه میدونم
سگای بی قلاده افتادن به جون مردم. چه موقع زنگ زد؟ نزدیکای غروب بود. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. فقط اینو میدونم که پروژه باید تموم بشه. ولی اونا تو رو تهدید کردن، چرا متوجه نیستی؟ میگی چیکار کنم؟ هرچی اونا دستور دادن اطاعت کنم؟ کی من هم چه حرفی زدم؟ چرا اینطور تعبیر میکنی؟ اصلا بگو ببینم، مگه جهاد تو شهر کار نداره که تو رفتی کار تو بیابونش انتخاب کردی؟ ببینم، تو هم داری پیشنهاد عافیت طلبی میکنی پدر؟ تو امشب چت شده؟ عافیت طلبی چیه؟ من تو رو خوب میشناسم، تو میخوای همه بار رو دوش خودت باشه. مگه مجبوری آخه؟ یه مقدارشو محول کن به دیگران. نه پدر، مگه میتونم تو روز قیامتم از بارم به دیگران محول بکنم؟ نه. ببین علی، اگه به فکر من و مادرت نیستی، رحمت به این زن و بچت بیاد. فکر میکنم یادت نرفته که اون به خاطر تو با خانوادش قطع رابطه کرده. آره میدونم، میدونه. تا حالا با این همه سختیات ساخته و صداش هم در نیومده، خدا رو خوش میاد مدام عذاب بکشه. من نمیفهمم کدوم دین و مذهب گفته صبح تا شب زحمت بکش اما به زن و بچت نرس. حداقل دین من اینو نگفته. ضعف از خود منه که نتونستم جانب اعتدال رو حفظ کنم. فرمایی. بله بابا داره حموم میکنه. مامانم بله هست. مامان شما رو کار دارن. بده ببینم. الو بفرمایی. بله بفرمایی. شما کی هستی؟ خیلی خوب گوش میدم. نرگس بازم که داری گریه میکنی؟ نمیخوای به من بگی چی شده؟ اون باز تلفن کرد. آخه حرف حسابشون چیه؟ چی از جونت میخواد؟ خودم هم نمیدونم. نمیخوام از راهی که در پیش گرفتی منصرفت کنم، اما تو رو خدا احتیاط کن، مواظب خودت باش. من میترسم روزی نیست که چند نفر ترور نشن. نمیشه چند روزی از خونه بیرون نری، بلکه اوضاع عادی بشه. نه نرگس، این روزا حضور من اونجا ضروریه، خودت که بهتر میدونی. پروژه داره مرحله حساسی رو طی میکنه. یه روز غیبت ما میتونه عواقب بدی داشته باشه. من این بچه رو چی کارش کنم؟
هر وقت دیر میای هی سراغ تو میگیره. میفهمم نرگس، میفهمم. از اینکه نتونستم شوهر و پدر خوبی باشم احساس شرم میکنم. این حرفو نزن علی، من که از تو توقعی ندارم، خودم میدونم چقدر گرفتاری. به هر حال هر چقدر گرفتاری باشه سهل انگاری رو توجیه نمیکنه. این حق طبیعی شماست که تفریح داشته باشید. راستش میدونی مدت هاست که دلم میخواد یه سفر مشهد داشته باشیم، ولی نمیدونم چرا موقعیتش فراهم نمیشه. سلام بابا. سلام پسرم. خیلی خوب دیگه، بهتر خاتمش بدیم پدر نفهمه. بابا یه آقای تو تلفن مامانه دعوا کرد، بعد مامان گریه کرد. نرگس، 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 کسی تلفن کرده؟ موضوع چیه نرگس؟ ها؟ علی چی شده؟ علی پسرم چی شده؟ علی، علی جون چی شده؟ چی ناراحتت کرده؟ چی شده پسرم؟ ها؟ چی شده؟ تکیه بده پسرم. بهتر شدی؟ الان حالش خوب میشه. چیزی نیست. کار میخوای بکنی؟ نه علی تو نرو، خودم میرم. من باز میکنم. این وقت صبح یعنی کی میتونه باشه؟ خیلی خوب اومدن. سلام، میخواستم شماره کنترل برق رو یادداشت کنم. بفرمایید، بفرمایید. خداحافظ. خداحافظ شما. به سلام. چیه تو فکری؟ چرا حرف نمیزنی؟ بابا
چرا اون آقا میخواد با تو دعوا کنه؟ کی پسرم؟ همونی که مامان گفت، همونی که تلفن کرد. چیزی نیست پسرم، چیزی نیست. بنده خدا رو هم سوار کنیم. موافقی؟ سلام. سلام پسر خوبم. بفرمایید. خدا عمرت بده پسرم. یا شما این آقای انصاری؟ بله مادر، سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه انشالله؟ خوبم. خدا رو شکر. خب آقای انصاری، شنیدم به یادی خدا امروز و فردا صد آماده میشه. بله، اگه خدا بخواد دیگه چیزی نمونده به بهره برداری برسه. خدا سایتونو از سر ما کم نکنه. این روزا واسه اهالی ده عید و عروسیه، چون همه صاحب آب میشن. آب که نباشه زمین به چه درد میخوره؟ مسئول تعاونی ده. سلام مشتی ساق، حالت چطوره؟ سلام علیکم آقای انصاری، حال شما خوبه؟ الحمدلله، با این کلاه و لباس نشناختم. راستش عروسی دخترمه. خب سلامتی، مبارک انشالله. ممنونم، داشتم میرفتم شهر چند تا از قوم و خیشا رو خبر کنم. خب حالا چرا وایسادی اینجا؟ نکنه باز موتورت خراب شده؟ نه این دفعه بنزین تموم کردم. خب من الان بهت بنزین میدم. خوشبختانه یه گالون تو ماشین دارم. خدا عمرتون بده. ببخشید. خواهش میکنم. نمیدونم چطور از شما تشکر کنم. خواهش میکنم. آماده؟ خدا حافظ. سلام. بیا جلو. زودتر. زود باش. نگرم ببینم. چی کار میکنی؟ شما کی هستی؟ برو دیگه. امین. شما. برم کنید، سوار شد. برای کجا میبرید آخه؟ امین! دو پسر خسروخان رضوی. آهان! بایستا ببینم! بابا! با اون چی کار دارین؟ برای دو پسر خسروخان رضوی! آهان! خدا نشناسا! آدم دوستا! جا آروم بگیر بابا! دسترش رو زدی یا نه؟ فکر کنم زده باشم چون نهیدم بلنشی.
به هر حال زنده موندنش میتونه کار دست اون بده. چرا تو بیا پایین؟ اون از کجا تو رو شناخت؟ نمیدونم، حدس میزنم قبلا رعیت پدرم بوده. آروم بگی. بیا تو. سلام آقا، پای تلفن با شما کار دارم. الو. الو آقای رضوی. خودم هستم، بفرمایید. من فرشید هستم، حالتون خوبه؟ شما هستین فرشید خان؟ حال شما چطوره؟ متشکرم آقای رضوی. فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر از تلفن عمومی با من تماس بگیرید. اشکالی پیش اومده؟ فرشید خان؟ فرشید خان. الو. الو. میتونم وضو بگیرم؟ نه، هیچ کدوم از بچه ها نیستم. منم نمیتونم دستتو باز کنم. امکانش هست منو به سمت قبله بچرخونی؟ نرگس چی به سرش اومده؟ تفلکی نرگس. حالا از همون شبی که آمده بود خواستگاری میدونستم که یه همچین اتفاقی میفته. هرچی بهش گفتم جناب مهندس، شما که میخواین خودتون رو وقف انقلاب بکنی، خب زن بچه میخواین چیکار؟ با چشم غره به من نگاه کرد و گفتش که مجبور نیستم جواب تو رو بدم، حالا بکش. البته خواهرتم این تقصیر نیست، خوب بهش پروبار میده، حتی رفت و آمدشو به ما قد کرد. بله، کارت هم تقصیر نیست. مادرت هرچی بهش نصیحت کرد که این مرد برای تو شوهر نمیشه، به خرجش نرفت که نرفت که نرفت. خودشو که از بین برد هیچ، زن بچهش هم بدبخت کرد. اصلا اینا همه رو بدبخت کردن، میفهمی؟ همه رو. باز تو شروع کردی؟ منظورت از این حرفا چیه؟ خانم، من رفتم سوی درس خوندم، مدرک دامپزشکی گرفتم، اما حالا تو این مملکت دارم همبرگر فروشی میکنم. خوبه، بیارزگی از خودته. آدم ها دکتر داشتن که تو رفتی دکتر سگ و گربه شدی. آره. خودتون رو بیشتر از این ناراحت نکنید. چقدر سعی کردم منصرفش کنم. الو. بله.
فرشید خان، سلام، من رضوی هستم. شما این آقای رضوی؟ بله خودم هستم، حالتون خوبه؟ متشکرم، از کجا صحبت میکنی؟ از تلفن عمومی. صداتون ضعیفه، نشنیدم. عرض کردم تلفن عمومی. بسیار خوب آقای رضوی، خوب گوش کنید. متاسفانه در عملیات دیروز فریدون توسط یه رهگذر که ظاهرا از اهالی ده بوده شناسایی شده و با اینکه بچه‌ها به طرف شلیک کردن احتمال میره قضیه تا حدودی لو رفته باشه. به همین خاطر صبح فردا سر ساعت 8 شما رو تو ایستگاه اول تلکابی میبینم تا در جریان مراحل بعدی عملیات قرار بگیریم. ایستگاه اول تلکابی؟ بله آقای رضوی. خب دیگه بیش از این صلاح نیست ادامه بدیم. فردا صبح منتظرتون. خداحافظ. خداحافظ. خدمتیان نمیدونین؟ کور خوندی. رژیمای ارتجایی بنا به ماهیتی که دارن محکوم به زوالن. امثال تو با عوام فریبی نمیتونن مانع از مرگشون بشن. تو به چی میگی عوام فریبی؟ به همین پروژه دهن پرکنی که تو باعث و بانیش هستی. به هر نوع خدمات رفرمیستی که در جهت سرپوش گذاشتن به نابسامانی های موجود باشه. تو به ساختن سد میگی رفرمیسم؟ آبهای هرز و هدایت کردن به یه حوضچه و آبیاری زمین ها خدمات رفرمیستیه؟ اصلا میدونی رفرم چیه؟ رفرم که کار به ریشه نداره، یه اقدام سطحی و روبناییه. چطور به سد سازی میگی رفرم؟ سد که ریشه است، یه اقدام بنیادیه. اصلا اینا همش بهانه است، توجیهاتیه که امثال شما رو متقاعد کرده ملعبه سیاستگران بین المللی باشین. من به شما توصیه میکنم به جای اینکه سر لوله تفنگتون رو به طرف مردم بیگناه نشونه برید، مرد و مردونه چاره جویی کنه. به خون بگیر. نه نه لازم نکرده تو به ما جهت بدی. بعد وقتی که اونا بابا رو بردن، اون آقایی که بابا بهش بنزین داده بود دوید دنبالشون و هی داد میزد فریدون پسر خسرو خان رضوی داره میاد. آی خدا نشناسا. فریدون پسر خسرو خان. میدونستم فریدون نباید تو این کار دخالت میکرد. آخه مگه عقل سرش پریده بود؟ سبک مغز ابله. روز عملیات فرمانده تیم مریض میشه و فریدونم با تصمیم خودش به جای اون میره. ضمناً فراموش نکنین که اون پسر شماست. از این حرفای بیمورد بهتر راجع به حل این معضل صحبت کنیم. با این اوضاع وخیمی که شما به وجود آوردین؟ ببینین آقای رضوی، من نیومدم به حرفای یه اسرار شما گوش بدم، اومدم راه گریز از مهلکه رو نشونتون بدم. مهلکه‌ای که شما برای من به وجود آوردین، فکر نمی کنم سن و سال و تجارب شما به اندازه‌ای باشه که بتونین به من راه نشون بدین. شما مثل ماهی تو گیل و لای قوطه میخورین و به خودتون با این کله شقی هم با جون خودت بازی میکنی و هم برای سازمان دردسر میتراشی. یقین دارم اینو خوب میدونین که ما با عناصری که قصد اشکال تراشی و سماجت داشته باشن چطور رفتار میکنیم. منظورتو نمیفهمم. دو راه بیشتر نداری، یا تسلیم محض و یا چطور مگه؟ ببین مشرم ازون، من دنبال شخصی میگردم که شما باید بشناسینش. همون شخصی که مشه ساق قبل از مرگ اسمشو به زبون آورده. پیدا کردنش میتونه به ما خیلی کمک بکنه. اون شخص کیه؟ خسرو خان رضوی، پدر فریدون.
ولی با این وضعی که پیش اومده هر تصمیم شتاب زده ما میتونه نتایج وحشتناکی داشته باشه. منظورم اینه که باید خیلی محتاط عمل کرد. موضوع رو این همه دشوار نبینید، چون قضیه تا حدودی حل شده است. سریع‌تر بگم، شما از طریق بلوچستان از کشور خارج میشید. از طریق بلوچستان؟ بله، با رسیدن به زاهدان فریدونم به شما ملحق میشه. جای هیچ نگرانی نیست آقای رضوی. شاید این مسافرت برای شما مفید باشه. بدون شک فراغتی برای تفریح و استراحت خواهیم داشت. این یه موقعیت استثنائیه. اعتراف میکنم دیگه توان فکر کردن رو از دست دادم، اونم با قلب ضعیف و بیماری که من دارم. راستی یادتون باشه که به عنوان معالجه قلب به آمریکا میریم. من دیگه اینجا احساس دلاشوبی میکنم. یعنی رفته خارج؟ کسی نمیدونه، ولی اون موقع فرار کرده بود شهر. این بلیت پرواز شماست به زاهدان پس فردا 8:30 صبح، و اینم پاسپورتی که برای شما تهیه شده. به محض ورود به زاهدان با شماره تلفنی که روی یکی از سیگارای داخل پاکت نوشته شده تماس میگیریم. اونا ترتیب خروج شما رو از مرز میدن. اما ظرف این مدت به هیچ وجه از منزل خارج نشین. از خونه با کسی تماس تلفنی نگیرین. و مهمتر از همه این که روابط خودتون با سازمان رو به کلی فراموش کنین. ضمناً به خاطر داشته باشین قبل از رفتن به فرودگاه حتما تغییر قیافه بدین. بله، تغییر قیافه؟ بله آقای رضوی، به زحمتش می‌ارزه. گفتین لوس فروشیه؟ بله. اسم رمز؟ گل یاس. گل یاس؟ اسم قشنگیه. خب چند قبضه است؟ جسه 20 قبضه، کلاش و یوزی هر کدوم 15 قبضه، 50 قبضه کلت کمری 45، 5 صدا خفه کن و مقداری هم فشنگ و مواد منفجره. خب تا کی میرسن؟ احتمالاً تا سه‌شنبه صبح. خیلی خوب شد. راستی از اهالی ده کسی هست که خونه شما رو بدونه؟ آره، خواهرزاده مشباقر، همون که خاور داره، اون اساسیاشونو برد شهر. همینه، سعی کن به اعصابت مسلط بشه. تو چته؟ چرا ماتت برده؟ زود باش، زیاد وقت نداری. نمیفهمم چرا اینقدر طولش میدن. نکنه براشون اشکالی پیش اومده؟ چشمم از این پسره ترسو آب نمیخوره. میترسم بالاخره کار دستمون بده. اگه وقت رو طرف کنی همه نقشه ها به هم میخوره. سرم داره گیج میره، حالم داره به هم میخوره. سرم
از همون اول میدونستم نباید رو تو حساب کرد. سلام. سلام. بابات خونه است؟ بله. الان میگم بیاد. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. شما آقای سلیمانی هستید؟ بله، فرمایشی بود. سهراب خان، شما این؟ سهراب خان، سلام. چرا رنگت پریده؟ آقا چه اتفاقی براش افتاده؟ بیای، سوار شو. احمد! اگه به موقع وارد عمل نشده بودیم همه نقشه ها به هم میخورد. سستان سر نازک نارنجی، اینا از مبارزه فقط لفظشو یدک میکشن. بهرام یه سر برو زیر زمین، به شهاب بگو ما رفتیم، مواظب پایگاه باشه. حس میزنی محور جلسه امشب چی باشه؟ دیروز فرشید رو دیدم، گفت قراره تصمیم رهبریت رو با ما مطرح کنن. کدوم تصمیم؟ مهندس انصاری خط اومده که ما از جهاد بخوایم عملیات صد رو متوقف کنن. خب بعد؟ بعد از توقف عملیات صدسازی بدون شک محوطه تأسیسات صد کاملا خلوت میشه، اون وقت ما به راحتی میتونیم منهدمش کنیم. خب اگه جهاد زیر بار نرفت چی؟ لاشه مهندس انصاری رو به عنوان دستخوش براشون میفرستیم. خیلی خوب، بریم یه سری هم به اون محل بزنیم. بریم. اون امروز صبح ترور شده. چی گفتی؟ ترور شده؟ خیت کاشتی جناب مهندس. خب بریم. آخه من نمیفهمم جرمش چی بود؟ جرمش این بود که خدا بیامرز آدرس خونه ای رو میدونست که نباید میدونست و به احتمال زیاد سرنخ فاجعه امروز هم در همین رابطه است. منظورتون رو نمیفهمم. ببینین اون مدت ها پیش با کامیونش اساسیه ای رو به نقطه ای از شهر حمل میکنه و طبیعتا آدرس اونجا رو میدونسته و حالا هر طور شده باید اون آدرس معلوم بشه. خیلی عذر میخوام، من که سردر نمیارم، اما اینو میدونم که بیشتر وقتا پسرش ناصر رو همراه خودش میبرد. البته اگه بارش مربوط به شهر میشد. من میتونم ناصر رو ببینم؟ اون اینجا نیست، حتی از شهادت پدرش هنوز باخبر نشده. پس اون کجاست؟ رفته دزپول سریع به خالش بزنه. قطار سریع السیر اهواز تهران تا چند لحظه دیگر وارد ایستگاه می شود. از مسافرین محترم تقاضا می شود هرچه زودتر به قطار سوار شود. قطار سریع السیر اهواز تهران تا چند لحظه دیگر وارد ایستگاه می شود. از مسافرین محترم تقاضا می شود هرچه زودتر به قطار سوار شود. سراب حالت بهتره؟ آره بهترم، تبم قطع شده اما هنوز کمی سرم گیج میره. باید استراحت میکردی؟ نه دیگه کافیه. سراب تو اون مردو از کجا میشناختی؟ پسرش با من خیلی دوست بود، ما از بچگی با هم بودیم، تا چند سال پیش همسایه بودیم، اما بعد اون از محل ما رفتن. سراب تو براش خیلی ناراحتی؟ آره، تا اونجایی که من میشناختمش مرد خیلی خوبی بود و حالا چیزی که بیشتر عذابم میده اینه که هنوز نفهمیدم جرمش چی بود. بیدار شو، بیدار شو، شامتو بخور.
تو درست تموم شده؟ بالاخره یه روزی تموم میشه. فکر میکنی این کار خیلی مهمتر از درسته؟ داری بازجویی میکنی؟ با دست و پای تناپید شده؟ در شرایط فعلی درس خوندن خیانته، میفهمی؟ در هیچ شرایطی کسب علم خیانت نیست. از نظر تو شاید، اما یه فرد انقلابی اینطور فکر نمیکنه. ولی هر فرد انقلابی موظفه به خاطر بالا بردن سطح مبارزش مجهز به سلاح علم بشه. تو به خاطر خصلت‌های فردی خودت تصور دیگه‌ای نسبت به فرد انقلابی داری. خب تصور تو چیه؟ تصور من در کسی خلاصه میشه که خواسته ها و منافع شخصی خودش رو به خاطر خلق زیر پا له کرده. کسی که خصلت‌های لیبرالی رو در خودش از بین برده. ولی بود نمونه بارزش هم همونیه که لوله تفنگش رو به طرف مردم نشونه رفته. تو به خاطر پایگاه خورده بورژوازیت نمیتونی بفهمی اون کیه و با چه انگیزه این مبارزه میکنه. لاتوپار کردن مردم بیگناه مبارزه است؟ نابودی عناصر سرسپرده رژیم برای اون یه اصله، اصلی که حیاتش رو تضمین میکنه. همین عناصر سرسپرده نبودن که با شکستن در زندانها رهبران شما را آزاد کردن؟ در عوض قدرت هم دو دستی تقدیم کردن به شما. خیال کردی تظاهرات مردم ما را به آگاهی رسونده؟ خیال کردی ما مثل تو انقلابی بعد از انقلابیم؟ ببینم، تو خودت انقلابی قبل از انقلاب هستی؟ من متعلق به نسلی هستم که سالها پیش از انقلاب متولد شده. همون سالایی که امثال شما طولاک خودشون بودن و دست به سیاه و سفید نمی‌زدن. تو از کجا میدونی؟ ببینم، اون وقتی که اسلحه رهبران ما تخت سلطنت رو به لرزه درآورده بود، شماها چیکار می‌کردین؟ جز غفلت و بی‌خبری. تو فکر می‌کنی این رهبریت فعلی شما واقعاً اهل مبارزه و درگیری بوده؟ می‌خوای انکار کنیم؟ شما فقط یه فقره از عملیاتشون رو برام اسم ببرید. تو حق نداری کادر رهبری ما رو متهم کنی. تو که نمی‌فهمی مبارزه چیه، چطور جرأت می‌کنی از فرق بین یه مبارز و غیر مبارز حرف بزنی؟ من نمی‌فهمم مبارزه چیه؟ بله تو. سوابق مبارزاتی من از تک تک رهبران شما بیشتره. یه حرف مفت بزنی همینجا خفت می‌کنم. خفه کن. خفه کن، چرا ماتلی؟ به چه جرأتی خود تو با کادر رهبری ما مقایسه میکنیم؟ در اون شرایط اختناق که گروه ما با اوامر رژیم درگیر بود، رهبریت فعلی شما چیکار میکرد؟ جز سکوت و نظاره. خفه شو، خفه خون بگیر. شده حالت خوب نیست؟ چرا؟ چرا؟ دیگه خوب شدم. این رعشه ها علتش چی بود؟ فشارهای روحی. البته دیگه بهش عادت کردم. الان 7 ساله که به این درد گرفتارم. دکتر گفته شاید با گذشت زمان خوب بشم. مگه مادرزادی نیست؟ نه مادرزادی نیست. پس چی باعث این بیماری شده؟ فشارهای روانی ممتد، زجرهای جسمی، شکنجه های مداوم. شکنجه؟ کجا؟ ساواک. یعنی میخوای بگی تو هم زندان بودی؟ خیلی برات عجیبه؟ نه تعجب نکن، اگه اینها نبود به اعتقادم شک میکردم. سهرابه،
اونجا چه کار میکنه؟ یه نامه انداخت تو صندوق. سلام آقا سهراب، مثل اینکه رفع کسالت شده؟ خب بگو ببینم تو صندوق چی انداختی؟ یه نامه نوشتم واسه مادرم. آها، یه نامه نوشتی واسه مامان جونت. ای قرار نبود در این مورد قبلا اجازه بگیری. آخه شما دیر کردی. ایوونه کی دلش واسه مامانش خیلی تنگ شده. آره خیلی خوب، بریم را بیافت. چرا گذاشته این بریده از منزل خارج بشه؟ مگه بهت نگفتم نظری بره بیرون؟ حرف بزن. به من گفت میخواد بره هواخوری، منم دیدم واسه مریضیش خوبه گذاشتم بره. فکرشو نکردی ممکنه یه بی احتیاطی به خرج بده و هممونو بکشتن بده؟ اونجا رو ببین. مثل اینکه نامش همینجا نوشته. پس نرفته هوا بخوره، رفته نامش رو پست کنه. تو به من دروغ گفتی، راستشو بگو چی کار کردی؟ این دفعه دیگه چه نقشه‌ای کشیدی؟ حرف بزن، نامه رو واسه کی نوشتی؟ حرف بزن. شهاب تو یه چیزی بگو. چی شده هر دوتون لال شدین؟ تو هم شهاب، نکنه تو کفش تو هم ریگ افتاده. اونا بی تقصیرن. من ازشون خواهش کردم اجازه بدن یه نامه برای زنم بنویسم که حالم خوبه. پس نامه رو تو ننوشتی، چرا به من دروغ گفتی؟ حرف بزن. کاری که از دستت بر نمیاد خرابکاری هم میکنی؟ باور کن فقط نوش حالش خوبه. راست میگه، چرا از همون اول نگفتی؟ فکر کردی سر منو میتونی شیره بمالی؟ یالا حرف بزن، یه چیزی بگو. خدا این واقعیته. بهتر نبود از همون اول اجازه میگرفتی؟ منصور اون تناب و بردار بیار. بده من شهابا، بیارش اینجا. درسی به هر دوتون بدم که تا عمر داریم فراموش نکنیم. بیار زها. منصور ببندشون تا من برگردم. ولی شما نباید اینقدر زود تصمیم بگیرین. نه تو رو خدا این کارو نکنید. قسم میخورم به خدا سهراب راست میگه، اون فقط نوشت که حالش خوبه. نه من نمیخوام. نمیخوام بریم. منصور این دفعه آزمایشی بود، اما یادتون باشه دفعه بعد شوخی رو میذاریم کنار.
که اومدی، بزرگره که بردی، این یکی هم میخوای ببری؟ تو باید موشا رو بخوری نه کبوتر منو. مگه ما با هم دوست نبودیم؟ این همه بهت غذا دادم، چرا اونو خوردی؟ واسه این یکی هم دندون تیز کردی؟ برو از اینجا، گونه تو گم کن، برو دیگه نمیخوام ببینمت، برو برو گم شو. عمر، شیشوروب میرسه. شیشوروب؟ یعنی 45 دقیقه تاخیر؟ آره، تا نیم ساعت دیگه خوبه. بسیار خوب. دایی، ناراحت به نظر میرسی. نه دایی جان، حالا دایی، بابا خونه هست یا رفته بار بزنه؟ قرار بود دیروز صبح با هم بریم سمینار، اما نشد. لطفا همینجا وایسی. خودشه، همین جاست. اون روز که ما اومدیم اینم بود. خیلی خوب، کدومه؟ باید یکی از همینا باشه. آخه کدوم یکی؟ من رفتم. برو سعی کن زود بیای. باشه باشه. زود برگردیم. باشه. میگم چطور از همسایه ها بپرسیم؟ نه، باید راه مناسب تری پیدا کنیم. خیلی خوب، بریم کنار منتظر باشیم تا بچه ها برسند. معذرت میخوام، منزل آقای رضوی همینجاست؟ امری بود؟ قربان، تاکسی تلفنیه. آه بله، تا چند لحظه دیگه میام. بسیار خوب. اونو کجا میخوای ببری؟ چرا دستمو گرفتی؟ گفتم اونو کجا میبری؟ فرودگاه. کرایه چقدر میشه؟ 200 تومن. بیا اینم کرایت، حالا فوراً از اینجا برو. نمیفهمم منظورت از این کارا چیه؟ واقعاً عجیبه. گفتم بگیر و هر چه زودتر اینجا رو ترک کن. من باید شخصی به اسم آقای رضوی رو برسونم فرودگاه. ولی اون نمیتونه همراه شما بیاد. خودش گفت تا چند لحظه دیگه میاد بیرون. برو که خدا بهت رحم کرده منو دیدی. چی شده مگه؟ شخصی که میخوای ببریش فرودگاه مثل آب خوردن. بگیرش برو.
سلام. سلام. سلام علی. قبل از اینکه شما بیاید یه تاکسی تلفنی اومد دنبالش که ببرتش فرودگاه. ردش کردم رفت. ماشینا رو ببرید. خونش باید همین باشه. اگه صدای منو میشنوید جواب بده. اینجا میثم دو. اینجا میثم دو. بگوشم. کسی در حوالی 427 تردد نکنه. ناش سوراخ سوراخ یه عده بیگناه. منظورتون چی آقا؟ ردگم نکنید آقای محترم. بگید فریدون کجاست؟ گفتم که ازش خبر ندارم آقا. بسیار خوب. این وقت صبح کجا میرفتین؟ جایی نمیخواستم برم. برای کیف دستتون بود؟ در ضمن وقتی که درو باز میکردین گفتین معطل شدین. منتظر کسی بودین آقای رضوی؟ قرار بود به اتفاق یکی از دوستان چند روزی بریم شمال. چرا شمال؟ خب میخواستیم کمی تفریح کنیم. ولی راننده تاکسی تلفنی چیز دیگه ای میگفت. کدوم تاکسی تلفنی؟ همون که قرار بود شما را ببره فرودگاه. خب بله، من برای معالجه قلبم از یکی از بیمارستانهای لویزیانا وقت گرفتم. که اینطور؟ لطفاً پاسپورت و بلیط هواپیماتون رو بدین. یعنی چه؟ شما با پاسپورت من چی کار دارین آقا؟ لجاجت بیهوده است. سر در نمیارم. یعنی چه؟ برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته. این دنیا به هیچ کس وفا نکرده. همه ما میاییم و میریم، اما دنیا سر جاشه. چه خبر؟ یارو خیلی ناقلاست. دم پس نمیده؟ چرا؟ داره یه چیزایی میگه. مثل اینکه موضوع پدرشو بهش بود. گریه. آره، حتما بهش گفته. بالاخره یه روز باید میفهمید. طفل معصوم. درد مثل کوه میاد، مثل کاه میره. خیلی خوب، ببرشون، بعد میبینم. بسه دیگه بیاین سوار شده، بریم. هیچ قیمت این پروژه رو متوقف نکنید، چون اینهایی که من میشناسم به این سادگی ها دست از سرم ور نمیدارن. کی شده کسی تومه یه شکار شده رو رها بکنه؟ پروژه رو ادامه بدید که انشالله دیگه چیزی نمیده. تمام میشه. الو الو مهندس، حالت خوبه؟ به به، چطوری؟ حالت خوبه؟ خوبه. ماشاءالله. اگه گفتید چی واسه خریدم؟ یه هواپیما. آفریکا، آفریکا. این هاشش. بیا.
داد میزنی؟ مگه نمیدونی پدر بزرگ مریضه؟ چرا بابا نمیاد؟ مگه تو نگفتی همین روزا میاد؟ ها؟ میاد عزیزم، بالاخره میاد. تو که بچه کم طاقتی نبودی، چی شده که اینقدر بیقراری میکنی؟ آخه دلم براش تنگ شدی، خیلی دلم براش تنگ شدی. شبا خوابشو میبینم. نرگس، نرگس، چیزی میخواستین پدر؟ امیر رو صداش کن بیاد پیشم. چشم پدر. امیر؟ بله امیر جون، پاشو بیا، پدر بزرگ میخواد تو رو ببینی. برو تو. سلام. سلام پسرم، بشینم اینجا. دوست داری چی بهت بدم؟ بابا رو. بابا رو خدا باید بده. بیا بگیرش. چه قشنگ. خب ادامه بدین آقای رضوی. همونطور که گفتم هدف اصلی ما صد بود. تصمیم گرفته بودیم به هر قیمتی که شده نابودش کنیم. نابودی صد چه ربطی به گروگانگیری انصاری داره؟ شما میتونستین اونو مثل بقیه خیلی راحت سر به نیست کنین. راستش انصاری رو به گروگان گرفتیم تا جهاد رو مجبور کنیم پروژه صد رو متوقف کنیم. یقینا با تعطیل شدن پروژه محوطه صد کاملا خلوت می شد. همه اونجا رو ترک می کردن. اون وقت به راحتی می تونستیم با کار گذاشتن مواد منفجره تاسیسات صد رو منهدم کنیم. که اینطور؟ موضوع گلیاس چیه جناب رضوی؟ گلیاس یه اسم رمزه، اسم رمز برای تحویل گرفتن مقداری مواد منفجره و چند قبض سلاح. از کجا؟ گلیاس من حاضره؟ یه ماشین دنبالمون. گورشو گم کرد. یه ماشین دیگه داریم. Thank you.
مواظب تینتیا باش. آره دیدمشون، دارن میان. هم داره تموم میشه. اگه پیداش کنن میتونن خونسش کنن؟ نه، چون باید باتریشو در بیارن، که اینم به خاطر تلهی که زیرش نصب شده عملا غیر ممکنه. فکر میکنی از پس اون همه بتون بر بیاد؟ مایش خیلی زیاده، فولادم باشه ذوبش میکنه. پرویز و منصورم دیر کردن. دیری از زود پیداشون میشه. ببینم برام، تو میدونی چی باعث شد دو روز عملیاتو جلو بندازن؟ هنوز نه. تو هم نمیدونی سعید؟ لو رفتن پدر فریدون. راستی از خود فریدون خبری نیست؟ اون از کشور خارج شده. چی؟ اون از کشور خارج شده؟ آره، از کشور خارج شده. وضعیت قرمزه. چی؟ وضعیت قرمزه. چطور؟ یه نفر اون پایین وایساده، الان 5 دقیقه است اینجا رو زیر نظر گرفته. از کجا مطمئن شدی اینجا رو زیر نظر گرفته؟ از حالتش فهمیدم. پرویز و منصور خیلی دیر کردن، نکنه واسه شون اتفاقی افتاده. اونا زرنگتر از این هستن که دنبه تره بدن. نظرت چیه سعید؟ آره چیکار باید بکنیم؟ بهتره هرچه سریعتر با تیم شناسایی تماس بگیریم. تحتوی قضیه رو باید در بیارن. بد فکری نیست. راه دیگه ای نداره. خیلی خب تماس بگیر. باشه. اینم عاقبت همکاری با فئودالا. بالاخره پدر فریدون کار خودشو کرد. مرتی که سستانسار
چی شد؟ چی شد؟ تا 11 دقیقه دیگه با ما تماس میگیرم. خیلی خوب بچه، شما هم تو این فرصت اسناد و مدارک رو از بین ببرین. چرا وایسادی؟ خب یه کاری بکن. شما چی کار دارین میکنین؟ این آتیش چی را انداختین؟ مأموره این خونه رو تحت نظر گرفتن. از کجا فهمیدین؟ یه نفر اون پایین ایستاده و اینجا رو زیر نظر گرفته. مطمئنی؟ با تیم شناسایی تماس گرفتیم تا قضیه رو پیگیری کنن. بازم که حماقت به خرج دادین. چند بار به شما احمقای بیشعور باید بگن تو همچین وضعیتی از تلفن استفاده نکنین. تا 6 دقیقه دیگه خبرشو به ما میدن. راحت شدین جناب سهراب و شهاب؟ راحت شدین؟ مسئول همه این گرفتاری شما دو نفر هستین. چرا ما دو نفر؟ چرا ما؟ خفه خون بگیر. به جز شما دو نفر کی اصول ضوابط تشکیلاتی رو زیر پا گذاشته؟ همکاری با لیبرالا و فئودالا زیر پا گذاشتن ضوابط تشکیلاتی نیست؟ منظورت چیه؟ پدر فریدون میگم. چرا سازمان با این علاصل هم کاسته شده؟ ها؟ چرا؟ تو هم که مسئله دار شدی؟ به روشن شدن حقایق تو ذهن بچه ها میگین مسئله دار شدن؟ ببین شهاب، بعد از سقوط سفارت آمریکا که در واقع به افشای ماهیت لیبرال ها و طردشون از صحنه سیاسی منجر شد، سازمان سیاست جذب این عناصر رو در پیش گرفت، به این دلیل که معتقد بود رژیم به خاطر نیازی که به تخصصشون داره مجبور میشه دوباره اونا رو بپذیره، و از این راه گذر سازمان جای پای خودش رو محکم میکنه. و از طرفی چون لیبرال ها رو برای سازماندهی مردم عاجز میبینه، عملا خودش در نهایت آلترناتیو سیستم میشه. اما فراموش نکنین که پدر فریدون قبل از اینکه لیبرال باشه یه فئوداله، یه زمیندار بزرگه، یه پولداره. خب با این حرفا چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که همکاری ما با اون یه همکاری سیاسی نیست. با چیه؟ یه پای پای. تو خیلی رود زیاد شده شاه، مثل اینکه زیادی با این مهندس نشست و برخاست داشتی. من این همه سختی رو به خودم هموار نکردم که قربانی همکاری شما با یه فئودال بشم. چرا وقتی سازمان متوجه دستگیری اون شد به ما خبر نداد تا پایگاه ها عوض کنیم؟ چرا به ما خبر نداد؟ چرا؟ مگه جون ما واسهشون ارزش نداره؟ مافی صداتو بیار پایین. مثل اینکه خبر نداری مشکلات سازمان چقدر زیاد شده. مسخره است، مشکلات زیاد شده؟ چطور واسه یه فریدون مشکلات نداره؟ اما واسه من و امثال من مشکلات داره. اصلا ما واسه چی داریم می جنگیم؟ اینه مفهوم شرایط ذهنی که قراره در برابر شرایط عینی به وجود بیاریم؟ حالا وقت این مهملات نیست، بهتر به فکر چاره باشیم. کجا موندی تا حالا؟ یه ساعت اینجا منو کاشتی؟ دیگه پرنده تو خیابون پر نمیزنه. فکر کردم باید پیاده خودمو برسونم خونه. بهروزه میخواد تماس بگیره.
آقا بهروز؟ عجیبه، عجب جای وایستادیم تلفن کنیم. خب دیگه راه بیافت بریم آقا بهروز. ولم کن. بیا بریم، بیا بریم آقا بهروز. به مرگ تو نمیشه، خودم باید مژدشو به مادرت بدم. دستمو ول کن. چون میدونم باز میخوای بری که شیش ماه پیدات نشه. نه قول میدم خودم بیام. امکان نداره، مادرت خودشو کشته واسه. اول باید ببرمت مادرت ببینتت، بعد هر کاری خواستی بکن. بهروزو بردن. حالا باید چیکار کنیم؟ الان میریزن تو خونه. اسلحه هاتون آماده کنید. بگیر. چرا خوشگت زده شهاب؟ الان وقت فکر کردن نیست. یلا دیگه کاری بکن. چرا منو نگاه میکنی؟ من دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم. کجا؟ برکنار. کجا میخوای بری؟ گفتم برا کنار. حالا من چیکار داری میکنی گوساله؟ عقلتو از دست دادی؟ ولم کنید، ولم کنید. بذارید به حال خودم باشم. کجا میخوای بری؟ فکر می سادگیه؟ چرا دست از سرم بر نمیدارین؟ من دیگه از این تشکیلات لعنتی خسته شدم. بیا کنار. نمیخوام تو زندون شما بری. پرش کنید! باید مجازات بشه، باید کیفر خیانتشو ببینه. مهندس هره چیکارش کنیم؟ ولی تو نباید این کارو بکنی. فکر میکنی دود خیانتش فقط تو چشم خودش میره؟ نه! تک تک شما و حتی سازمان رو در معرض نابودی قرار میده. بچه نشو پرویز، اونو بذار کنار. اون یه خائنه، باید مجازات بشه. سعید تو یه چیزی بگو، خواهش میکنم سعید. مجبوریم، میفهمی؟ مجبور. نه این کارو نکن سعید، انگار دنده هم شکسته. نه این کارو نکن لعنتی. بمب از زامن خارج شده. خب یه کاریش بکن. نمیشه، نمیشه بهش دست زد.